سلام، اینجا شهر آفتاب و چهارمین روز نمایشگاه صنعت اسب و حیوانات همزیست. اینجا استبلی هستش که همه این اسبای خوشگل رو نگه می‌دارن. همراه ما باشید، امروز گزارش خیلی باحالی داریم. ما نمایش اسبای عرب رو داریم، به غرفه سگ‌ها سر زدیم. بزرگترین و عظیم و جسته ترین سگ خاورمیانه توی این نمایشگاه و اینکه نمایش خیلی جالبی هم قراره که اسبهای عرب انجام بدن. همراه ما باشید، پنجشنبه آخرین روز نمایشگاه است. پیشنهاد میکنم اونایی که هنوز ندیدن و دوستداران حیوانات از دست ندن این نمایشگاه رو. خب اینجا غرفه کلبه حیوانات که چند نوع نژادهای مختلف سگ دارن که حالا خودشون بیشتر توضیح میدن که کار اصلیشون چیه و چه نژادهای پرورش میدن. سلام خدمت شما عزیزان عزیز، عرضم به خدمتتون که ما اینجا نژادهای مثل جرمن، روتوایلر، چاو چاو، قفقاز اینا رو عرضم به خدمتتون که پرورش میدیم. چاو چاو سگ نگهبان گارد هم میشه یا اینکه نه فقط زینت؟ تو درباریان چین اینو به عنوان گارد و نگهبان استفاده میکنن، ولی خب تو ایران به عنوان یه سگ فانتزی هم ازش میشه استفاده. ولی اصلش سگ روسی هستش. چی؟ روسی هستش، نژادش چینیه. بله چینیه. خب این سگایی که جثه‌شون خیلی بزرگه، اینا قفقازن یا سرابی هن؟ اینا قفقازن. این طوله که میبینید شما 13 ماهشه هنوز. این تازه طوله هست، انقدر گنده هست. اینا تا 100-110 کیلو میرسن. اینا نژادای خرسکش معروفن. خیلی عمالی. اسم این چیه؟ اینم جرمن، اسمش هیروه. جرمن شولاینه. موهاش هم یه مقدار نسبت بقیه جرمن ها اگه بلندتره یا همه جرمن ها همینجور؟ آره اینا مو بلنده، شولاین مو بلنده. عرضم به خدمت بلک فیسه همینجور که مشاهده میفرمایید. جا غرفه اسمش چیه؟ کورانکنه. بفهمه که چه نژادی پرورش میدید شما و این سگ خیلی خاص هم معرفی بکنید. جرمن سیاه رنگی درسته؟ بله. عرض سلام خدمت شما، خسته نباشید. میگم قربان، فعالیت ما در زمینه سگ‌های ورکلاین و سگ‌های کاری هستش که در زمینه نیرو انتظامی، امداد و نجات، هلال احمر، زنده‌یابی و غیره سگ‌های گارد استفاده میشه. کلی مولدین ما وارد از کشور آلمانه که همشون مجوز نسل‌کشی دارن، یعنی توصیه شده از اسوی آلمان جهت اصلاح نژاد در سگ‌های ورکی که در ایران هستش. مجموعه ما از سال تقریبا 92 فعالیت رو شروع کرده و کاملا ما سعی کردیم در این فعالیتی که می کنیم از سگ هایی که با خلوص نژادی بسیار بسیار بالا که از کشور آلمان وارد شدن استفاده می کنیم. باشگاه ما به غیر از اینکه تولیدات حرفه‌ای و آلمانی رو داره، یک باشگاه آموزشی بسیار تا بسیار قوی هم داریم که کلیه تولیداتی رو که ما داریم با آموزش تحویل ارگان ها، چه ارگان های نظامی، چه هلال احمر و چه عرضم به خدمت شما مشتریانی هستن که برای سگ نگهبان میخوان فعالیت میخوان بکنن، با آموزش کامل میدیم. خب اینجا هم غرفه داریای نژاد خیلی خاص از دوبرمن درسته؟ این خب توضیح بدید چرا انقدر این شره؟ این سگ خیلی آرومه. دوبرمن میدونین که سگیه که واقعا میگیره. این الان قول معروف اگه یه فرمان بگیر بهش بدیم همه رو میگیره، اتفاقا خیلی آرومه. خب جام غرفه باشگاه اثبات هستش، یه خوشگل هم دارن که از اون اولی که میاد میشینه همینجا تا آخر. جان قف گوش کنه، این جرمن ورکلاین هستش و 120 سال شجره نامه داره که ثبت شده هستش تو FCI. از لحاظ کار و همه جا پلیس های دنیا از جرمن های ورکلاین استفاده میکنن و کسانی که میخوان به صورت حرفه‌ای تو مسابقاتی که برگزار میشه جهانی فقط ورکلاین تهیه میکنن و طیف های رنگ های مشکی و سیبل مثل این داره که به بهترین شکل برای ما کارمون رو انجام میدن همه جای دنیا. بشی چشم خورد. سید. خارجی باش صحبت میکنی؟ چون کلیدواژه‌های انگلیسی کلیدواژه‌هایی هستش که سریع‌تر و راحت‌تر سگ متوجهش میشه. سیت با بشین یه خورده متفاوته، ولی خب آلمانی‌تر از سیت سریع‌تر میتونی. حالا آلمانی که میشه سیت، انگلیسی میشه سیت، این بستگی داره که مربی چه چیزی انتخاب کنه. فارسی هم میتونه راحت آدم کنه، ولی فارسی خورده طولانی‌تر هستش گفتنش. آره خیلی ممنونم، مرسی، خیلی خوش اومدید. خب اینجا غرفه تهران،
آلابای هست. خودتون توضیح میدید چه نژادهای شما پرورش میدید و کاربردشون چیه؟ نژاد آلابای سگ گله آسیای مرکزی هست. گهگاه به عنوان گار یا نگهبان هم میشه ازش استفاده کرد، بستگی داره شما چجوری پرورشش بدید. ما از چند مدل سگ آلابای یا میکس آلابای افغان که تو یه خط خونی هستن، آلابای و افغان، اینجا داریم پرورش میدیم و طولهاشون رو عرضه میکنیم. ولی سگای فوق العاده درشتی ان، خیلی راحت جلوی گرگ میتونن ویسن. برای گله سگای فوق العاده مناسبی ان برای دامداری، نگهبانی و گار. برای خیلی ها سواله که چرا گوش این سگا رو میبرن. ببینید این سگا گوششون وقتی بزرگ میشه، رگاشون که قطور میشه، فوق العاده آسیب پذیر میشن وقتی که با یه گرگ یا سگ دیگه یا با خرس وقتی درگیر بشن، چون خونریزی شدید میکنه و باعث دردش میشه و ضعف سگه. مثلا نقاط حساس انسان که میگن گلو یا آبگاه یا سفیدون آدم حساسه، اینم گوشش نقطه ضعفشه توی بلوغ. اگر به عنوان سگ گله یا سگ مثلا نگهبان با سگ دیگه ای درگیر بشه یا با گرگ درگیر بشه. سگ نیوفلند خواستگاهش از لابرادور کانادا هستش. سگ نیوفلند یه سگ خانواده است و کلن میتونه پرستار خانواده باشه. از خصوصیت بارز این سگ اینه که غریق نجاته، یعنی حتی اشرافزاده ها در زمان قدیم سوار کشتی هاشون که میشدن، این سگ قطعا همراه خودشون میبردن که به عنوان غریق نجات بتونن ازش استفاده کنن. شنا کردن کاملا غریزی بلده؟ ببینید تمام سگ ها شنا کردن و غریزی بلدن، ولی این سگ اصلا به طور کامل غریق نجاته، یعنی شناگریش اصلا جدای از غریق نجاتیشه. این سگ خیلی همزیستی داره، هم با سرما هم با گرما، یعنی تو هر محیطی میتونه بسازه. در این حال بسیار قوی و عرضم به حضورتون که خیلی درشت میتونه باشه و همیشه معمولا یه تیغ سیاه و تقریبا شباهت زیادی به سگ ماستیف و یا سنت برنارد داره. کلا سگای مهربونی هستن، ولی در این حال باز برمیگرده به تربیت شما. میتونید جنگندش بکنید، میتونید گاردش بکنید، میتونید نگهبانش بکنید، ولی با خانواده خودتون قطعا مهربان خواهد بود. خب قرفه پرشین مسیف هستیم. نژادهای سگ سرابی که کاملا ایرانی هستن و نوشیدم در خطر انقراض هستن. چرا این اتفاق افتاده؟ عرض کنم خدمتون که این سگ ها سگ های بومی آذربایجان بوده که به خاطر اینکه مردم در پاییز و زمستون کار کشاورزی ندارن، اینا رو می جنگوندن و نژادی به نام پجدر عراق که با اینا میکس کردن و این میکس خیلی بهتر به حالت کلن دخون مقاومتر در میاد، تو جنگ نتایج بهتری گرفتن. این سگ ها تقریبا میشه گفت 95%شون میکس شده و از بین رفته. این یک سگ سراب خالص که بشه به عنوان مولد حساب کرد، سایز، استخونبندی، دست، پا، رنگ و تولیداتش مثل خودش باشه، شاید به سه رقم ما نرسه و از بین رفته. به خاطر همین در از 1000 تا الان ما سگ سرابی اصیل داریم، 100 تا سمتر از 100 تا تو ایران مونده که اینا رو اگر ما بتونیم احیا کنیم و خلوص سازی کنیم و به کسایی که قدر اینا رو میدونن و دوباره میکس نمیکنن بدیم، شاید بتونیم این نژاد رو دوباره برگردونیم به وضعیت قبلیش و از زمینه جنگ هم دور کنیم، ببریم به سمت گارد. استعداد خیلی خاصی توی زنده یابی و بعد مواد یابی دارن که تست کردیم. این کارا رو اگر بتونه دولت حمایت کنه، مثل ارگان هلال احمر اینا رو تست بکنن و جواب بگیرن، فکر میکنم و با تیزرهای تبلیغاتی مثل سگهای خارجی رکس که بارها فیلم ها تکرار شده و چندین سگ کار یک خوبی براشون، ما هم این تبلیغ رو بکنیم میتونیم این سگو به مردم ایران نمیشناسن. خیلی ها میان اینجا میگن آقا این سگ کجاست، میگن مال سراب. یک لحظه ذهنشون میره که سراب شاید یک شهری در کشور اروپایی باشه که اگر کسی که زیاد استانای ایران نمیشناسن، ولی موقعی که میگه مال ایران جا میخورن که ما چنین سگی داریم، به نظر من اگه تبلیغ بشه شاید نصف این پولهایی که از ایران خارج میشه با و سگهای خارجی وارد میشه، شاید نصف اینا کم بشه و علاقمندایی که دنبال این سگهای به این جسته هستن هم بتونن از ایران اینا رو تهیه کنن. من بزرگتر از جسته سگ سرابی سگ دیگه ای داری؟ فکر نمی کنم. من فکر می کنم این بزرگترین سگ حتی خاورمیانه و طبیعی بدون هورمون و دستکاری ژنتیک باشه. استاد فدوی یکی از نقاشان
زیباترین آثارهایی هستن که توی نمایشگاه به نمایش در اومده. آقای فدایی بفرمایید چجوری همکاریتون شکل گرفت، چجوری مطلع شدید که همچین نمایشگاهی هست و شما برای نمایشگاه کار کردید اینا رو، یا اینکه اصلا زمینه کاریتون همینه در زمینه حیوانات به ویژه اسب کار میکنید؟ اصلا زمینه کاری من اینه، من سعی کردم که حتی مقالاتی دارم در این زمینه، اسب در اسطوره‌های ایران تا امروز، مثلا نقش اسب در زندگی ایرانی‌ها چی بوده، اسب چقدر ارزش داشته، حتی نام‌هایی مثل بیوراسب، مثل گشتاسب، لهراسب، همه انتهاشون پسوند اسب داره و این نشان میده که ارزش اسب تو ایران خیلی والا بوده و هنوزم هست، ادامه داره. توی کارهای منم از مینیاتورهای ایرانی اقتباس شده که اسبایی که طی تاریخ در مینیاتور کشیده شده، من از اون اقتباس میکنم، وارد فضای نوتری میکنم و ارائه میدم. درسته. خب استقبال چجوری بوده؟ اینجا فروش آثار هم دارید یا اینکه نه فقط نمایش؟ من خیلی استقبال همیشه از کارهای من هست. من الان در روم نمایشگاه دارم، کارم فروخته شده، در روسیه داشتم، در کشورهای دیگه، حتی الان ایتالیا، توی نزدیک میلان هم یک نمایشگاه شهرداری میلان گذاشته برای ما. اینا همه داریم و تو خود تهران هم من فروش زیاد دارم، ولی متاسفانه اینجا این مورد هنوز رخ نداده. اینطوریه که من باید اول دغدغه های ابتدایی زندگیمو برطرف بکنم، نونم، زندگیم، خونمو داشته باشم، حالا بشینم فکر کنم که چه خوبه که یک کار اوریجینال هنری هم من رو دیوار ببرم. امیدوارم که دست مردم انقدر باز بشه، توانا باشن که بتونن آثار هنری هم خرید کنن. ان شاءالله. قطعاً شما دوست دارید به مردم خودتون، تو خونه های مردم خودتون یا آثار باشه. قطعاً اینطوریه. یعنی ما مثلا تو پرتغال کار می‌فروشیم، تو روم کار می‌فروشیم، به عنوان اینکه ایرانی هستیم و کارمون رو می‌خرن خوشحالیم. ولی اینجا خوشحالیمون مضاف بر این میشه که چقدر مردم ما هم میتونن با این کارا ارتباط برقرار بکنن و یه اثری از ما تو خونه هاشون باشه. خب. خانم فرد هم یکی دیگه از نقاشایی که تابلو بسیار زیبایی تو این نمایشگاه دارن. خانم فرد، اینجا یه خود خلوت‌تره، فکر میکنید دلیلش چیه نسبت به اونور؟ بیشتری ها خب اصلا به هدف این اومدن توی نمایشگاه که توی اون نمایشگاه اصلی که حضور اسب هست شرکت کنن، به هوای مسابقات زیبایی که امروز هست و اینا. ولی توی ساعات مختلف متفاوته، اینطوری نیست که حالا الان اینطوریه، مثلا دیروز صبح یا دیروز بعد از ظهر خیلی شلوغ‌تر بود چون اون طرف برنامه کمتر بود به نسبت هر کسی که رد میشه اینجا هم سری میزنه. خودتون نظرتون چیه؟ نظر کلیتون راجع به نمایشگاه و اولین بار همچین نمایشگاهی داره برگزار میشه؟ به نظر من این نمایشگاه واقعا اتفاق فوق‌العاده‌ای بوده چون 90% آثار این نمایشگاه آثار اساتید بزرگ ایرانن. من خودم دانشجو هستم هنوز و اینکه من هم در کنار این اساتید جای گرفتم برای من یه موقعیت فوق‌العاده است و این اتفاق فوق‌العاده است. ولی خب من کاملا استقبال میکنم چون تا این اتفاق نیفته هم باز مردم آشنایی پیدا نمیکنن. به نظر من اینکه نمایشگاه اختصاص داده شدن به گالری‌های هنری با مخاطبین خاص خوب نیست. اینه که مردمی هم که میان اینجا کارا رو ببینن، آشنا بشن، این خیلی کمک میکنه به هنرمندا که باز مردم بیه خورده نزدیکتر بشن به هنرمندا و آثار.